هزاران کیلومتر دورتر از موزه هنرهای معاصر تهران، در نیویورک و لس‌آنجلس و حالا اینجا در لندن. همه به نظاره کتابی تازه آمدند درباره گنجینه نهفته در این موزه در تهران. جامع‌ترین و بزرگترین کلکسیون آثار هنری مدرن غرب که در خارج از غرب و در ایران نگهداری می شود. موزه هنرهای معاصر در تهران که در میانه دهه 50 خورشیدی به همت فرای پهلوی آخرین شهبانوی ایران افتتاح شد، قصه ناشنیده‌ای هم دارد. تیم بزرگی از زنان ایرانی که پشت ایده جمع‌آوری این آثار و خریداری آن برای موزه هنرهای معاصر تهران بودند. سوژه این کتاب از جمله همین است. کتابی که دو نویسنده آن، ویولا بولوت و میراندا دارلینگ، با پشتیبانی فرای پهلوی آن را به سرانجام رساندند. در حدود 3 سال پیش فکر میکنم خانم ویولا با من تماس گرفتن و گفتن راجب موزه خیلی براشون جالب بود و آمدن منو دیدن و صحبت کردن و علاقمند شدن که یه کتابی راجب موزه تهیه کنن، به خصوص گفتن برای اینی که هم به هنر علاقمندن ایشون و خب این یکی از موزه هاییه که خارج از اروپا و آمریکا اصلا در آسیا هست و جای دیگه وجود نداره و به هر صورت یه زن یه خانم این کارو کرده. اینجوری شروع کردیم صحبت کردن از داستان و دیگه کار به چاپ کتاب رسید. منتظر نبودم که به این بزرگی باشه، ولی کتاب قشنگی شد و خوب شد. موزه هنرهای معاصر در گوشه غربی پارک لالی تهران مالک یکی از 10 مجموعه مهم هنر نوگرای دنیاست. در گنجینه دائمی موزه بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می شود که نزدیک به 400 عدد از آنها ارزش استثنایی دارند. از جمله آثار مهم موزه می توان به کارهای شاخصی از گوگن، پیکاسو و اندی وارهول اشاره کرد. از جمله جلد این کتاب تازه تصویری از شهبانو فرح است که اندی وارهول، بنیانگذار هنر پاپ، در سفر به تهران از او کشید. تصویری با سرنوشتی غریب. چند سال پیش در تلویزیون فرانسه نگاه میکردم، یه برنامه درست کرده بودن توی انبارای موزه، رفته بودن تابلویی که از من بود از اندی وارهول، اینجوری با یه کاردی بریده بودن که گفتم واقعا کار عجیبیه، ولی خب در آینده ایران آزاد این یه سمبولی از کارهایی که کردن، البته قابل مقایسه نیست با کارهای دیگرشون، ولی خب اینو دیدم. بر این کتاب در واقع سفریست مجازی به این موزه. بسیاری از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در زیرزمین این موزه و در انبارها نگهداری می شود و هرگز بعد از انقلاب نمایش داده نشده. از جمله 10 اثر گم شده از پیکاسو که هیچ کس نمی دانست کجای جهان است در میان این آثار هنری. دانه هایی رو که آدم با محبت و اعتقاد می کاره هیچ وقت خشک نمی شه. چندین تا از جوانایی دیدم که بعد از این جریانات دنیا آمده بودن، میگفتم ما که ایران بودیم خوشحالیم این بود که بریم کتابخونه کانون، از اونجا بریم موزه. گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران بیش از 2.5 میلیارد دلار قیمت گذاری شده. تنها نمونه‌ای در جهان که آثار غرب به شرق سفر کردند تا بهانه‌ای باشند برای گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. بیش از 40 سال پیش. علی همدانی، BBC.